مشروطه را به پیروزی مردم ایران بر استبداد سلطنتی ارباب رعیتی قاجار و حامیان استعماریش می شناسد. اما این روز و این انقلاب روز یک پیروزی بزرگ دیگر هم هست، پیروزی انقلاب بر ارتجاع مذهبی ولایت فقیهی، روز مجازات سردسته مرتجعان یعنی مراد خمینی شیخ فضل الله نوری، همون که از ویرانی مجلس و سرکوبی مشروط خواهان شادمانی ها نمود و در دفاع از جنایات شاه مستبد و عمل ننگین توپباران مجلس در رساله تذکرت الغافل و ارشاد الجاهل نوشت: ای عزیز، اینها چرا اینقدر تضعیف سلطان اسلام پناه را کردند و چرا به همه نحو تعرضات احمقانه نسبت به سلطان مسلمین کردند؟ الحق شاه چقدر حلم و بردباری و رعیت پروری فرمود، تمام این مراتب را دید، صبر فرمود، لذا با کمال ملاحظه حفظ دماء مسلمین به حمد الله به تأیید ولی مسلمین آن کفر خانه را که ملاحده هرز و منشأ ضرار بر اسلام و مسلمین قرار داده بودند و او را سپر و جنبه خود کرده از برای متمکن بودنشان از قتل مسلمین و انجاه مقاصد فاسدشان خراب کردند و اهل آن را متفرق نموده و مفسدان را دستگیر کرده خانه نشین نمودند. میبینیم که فرهنگ شیخ فضل الله دقیقاً همین فرهنگ خمینی و دار و دسته حاکم است، ولی مسلمین، ملحد و مفسد خواندن آزادی خواهان و غیره. اما مجاهدان انقلاب مشروطیت 13 ماه پس از سوم تیر 1287 که محمد علی شاه مجلس را به توپ بست، استبداد سیاه محمد علی میرزا را در هم شکستند و پرچم مشروطه را بار دیگر بر فراز بهارستان به اهتزاز درآوردند. سپس با قاطعیتی درخشان سر هیولای ارتجاع را به دار کرده هایش آویختند. شیخ فضل الله نوری مرتجعی بود که تا توانسته بود علیه پیشرفت و آزادی خواهی کوشیده بود و استبداد جنایتکار را پشتیبانی و توجیه دینی می نمود و انبوهی اوباش را به اسم دین به جان آزادی خواهان می انداخت. هم او بود که به عیان از ضرورت وجود شاه برای توده رعایا سخن گفته بود. شیخ فضل الله رو کرد به مجد الاسلام و گفت: ما اهالی ایران شاه لازم داریم، عین الدوله لازم داریم، چوب و فلک و میرغضب لازم داریم، ملا و غیر ملا، سید و غیر سید باید در اطاعت حاکم و شاه باشند. این اقدام تو مثل آن مهملاتی است که در روزنامه می نویسی. مشروطه و جمهوری را در روزنامه اسم بردن و منشأ فساد شدن مشروع نیست. شیخ فضل الله را روز هفتم شهریور به دار آویختند و سیم تلگراف را میانه تهران و نجف آزاد گذاردند تا هر کسی که خواستار بود بی آن که پولی بپردازد به نجف تلگراف کرده از علمای آنجا درباره شیخ نوری پرسش کند. شیخ فضل الله جان به جان آفرین تسلیم نمود و عالمی را آسوده کرد. در میدان توپخانه که مملو از تماشاچیان بود، احدی به حالت او ترحم نکرد. همه از او بد می گفتند. آن روز مردم در شادی مرگ هیولا ترانه خواندند که جانا ثمر داد خونی که جوشید در رگان سرداران آزادی ایران، کاخ ستبداد اینک بر افتاد در هوای ایران، بانگ شادی شد خروشان. اما ارتجاع باز هم در کمین مردم ایران و آزادی آنها نشست. یک بار 50 سال بعد در همدستی با کودتا علیه دکتر محمد مصدق کبیر و یک بار 70 سال بعد در سرقت انقلاب ضد سلطنتی انتقام خود را از مردم ایران و آزادی خواهانش گرفت. ماده این انتقام این صحنه و این سطر هاست. اصل 91 قانون اساسی ارتجاع سارق ایران: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1. 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2.
6 نفر حقوقدان از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس اسلامی معرفی می شوند. ولایت فقیه میراث ارتجاع کهنکاری است که شیخ فضل الله نوری یکی از تجسم‌های آن بود. او در انقلاب مشروطیت بارها سعی کرد همین بلا، یعنی سیطره آخوندهای مرتجع بر مجلس و قانون کشور را همان زمان به صورت قانون به مجلس غالب کند. سران جنبش در تبریز در تلگرافخانه تحصن کردند و تصمیم گرفتند تا گرفتن قول از سران تهران برای گذراندن هرچه سریعتر متمم قانون اساسی از مجلس از تحصن دست نکشند. شیخ فضل الله می گفت رسیدگی به امور مردم بر عهده فقهاست، نه فلان بقال و بزاز. آخوندها و واپسگرایان هم خط او از اصل آزادی مطبوعات به خشم آمده فریاد می کشیدند ما آزادی نمی خواهیم. آنها اعتراض می کردند که چرا باید امور دادگستری از آخوندها گرفته شود و به قضات معمولی واگذار گردد. و شیخ فضل الله نوری به خصوص اصل متساوی الحقوق بودن مردم ایران در برابر قانون را بر نمی تافت و با بلند کردن پرچم اسلام ارتجاعی می گفت محال است با اسلام حکم مساوات. اتابک و دربار با پیش انداختن ارتجاع و نماینده اصلی آن، یعنی شیخ فضل الله نوری، پاتک خود را انجام دادند. شیخ فضل الله نوری در پیشبرد توطئه شاه و دربار اصلی را نوشته منتشر کرد که به اصل شیخ فضل الله نوری معروف شد. مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نماید. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعی باشد، عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد. اما انجمن ملی تبریز و آزادی خواهان آذربایجان مخالف اصل پیشنهادی نوری بودند و با ایستادگی خود به رغم همدستی های ارتجاع و استبداد جلوی اجرای آن اصل را گرفتند. اما این سنگ بنای فکری و سیاسی استبداد مذهبی بود که بعد از سرقت انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی کاملا و به شکل مطلقه و با خشونتی ضد بشری به اجرا درآمد. و از جمله آخرین تصریحات آخوندهای حاکم حرفهای شیخ حسن روحانی است که روز 5 مرداد 93 گفت اگر قبلا تبلیغ از دین و مرجع حل معضلات مردم به عنوان دو رسالت سنگین روحانیت بود، امروز اداره کشور و همچنین حمایت از حاکمیت و حکومت به عنوان بار سنگین و بزرگی است که بر دوش روحانیت قرار گرفته. حکومت چه در رأس دستگاه اجراییش یک روحانی باشه یا یک غیر روحانی، این حکومت اسلامی حکومتی است که بار مسئولیتش از دید مردم بر دوش روحانیت است. در رأس این نظام ولایت فقیه به عنوان بالاترین مقام هست و همه قوانین این کشور از گلوگاهی رد می شود به نام شورای نگهبان و همه انتخابات ها از گلوگاهی رد می شود به نام شورای نگهبان. اما در برابر این میراث شوم که از فضل الله نوری و ارتجاع کهن آن زمان تا خمینی و خامنه ای آمد و
و بر گرده ملت ایران و به عنوان یک نیروی ضد بشری برای سایر بخش‌های جهان نیز متجسم شد، چه کسی ایستاد؟ برنامه اجتماعیون عامیون، الف آزادی تشکل، اجتماع، بیان و مطبوعات. ب آزادی عقیده، یعنی بر اساس شرع مقدس هیچ کس را نباید مجبور کرد از عقیده خود دست بکشد و دین دیگری را بپذیرد. پ آزادی تمام کارگران برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری، آزادی اعتصاب که کار 8 ساعته برای همه کارگران. در برنامه مصوب مجاهدین در سال 1286 در مشهد نیز اولین ماده تضمین وجود و حفاظت دائمی از مجلس و دومین ماده حق رأی همگانی صرف نظر از تمایزات قومی یا طبقاتی و سومین ماده تحقق آزادی‌های دموکراتیک است. همان برنامه مجاهد را عضوی از جامعه توصیف می‌کند که شب و روز تلاش می‌کند خود را در راه گسترش عدالت قربانی کند. بله، سنگ بنای سنت مبارزه برای آزادی و اصل جدایی دین از دولت و ضرورت اتحاد تمامی اقشار مردم بدون در نظر گرفتن تمایزات قومی یا دینی برای استقرار یک حاکمیت دموکراتیک در ایران در جنبش مشروطه گذاشته شده و تا امروز مبارزه برای استیفای این حقوق ملت ایران ادامه داشته. پس با شکست ارتجاع ولایت فقیهی در ایران است که میتوان گفت جنبش مشروطه بعد از صد و اندی سال آرمان خود را با کیفیت کاملتر و گسترده‌تر با جبهه‌ای منطقه‌ای و جهانی از حامیانش محقق شده می‌بیند.